بسم الله الرحمن الرحیم. دعای رانده شدن شیطان و وسوسه هایش. الاستعاذة بالله من الاذان الاذکار و قراءة القرآن، یعنی پناه بردن از شیطان به الله سبحانه و تعالی. فایده های حدیث: فایده اول، تلاشی سخت شیطان برای از بین بردن خشوع نماز که اصل و اساس نماز است. فایده دوم، مشروع بدن و جایز بدن اعوذ بالله گفتن در نماز و بیرون از نماز. فایده سوم، جایز بدن انجام چنین کارها در نماز. و از آن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شیطان با شنیدن صدای از آن، در حالی که صدای از او شنیده می شود، پا به فرار می گذارد، می گریزد و پس از ادای از آن بر می گردد. و وقتی که شنیدن اقامت نماز نیز قرار می گیرد و بعد از آن بر می گردد و شروع به وسوسه و یادآوری مشغولیت های ذهنی می کند تا انسان را در نماز دوچاری فراموشی کند که نداند چند رکعت خوانده است. فایده های حدیث: فایده اول از آن که در برگرنده توحید، اقرار به رسالت و همچنین دعوت به سوی نماز است که راه نجات در دنیا و آخرت می باشد، دارای فضیلت زیاده است. فایده دوم، جایز بودن از آن گفتن وقتی وسوسه، گرچه خارج از وقتی نماز باشد. فایده سوم، اثبات این نقطه که نقشه شیطان ضعیف است و شیطان طاقت ایستادن در برابر صدای حق و ذکر الله را ندارد، و اینچنین ذکر و قرائت قرآن.